سلام برسه دوستای عزیز، خدا کنه جور صحت باشین، خوب باشین، باش پس خانه من خوش آمدید. امروز ریسیپی کاملا متفاوت است. میخوایم مرچ خشک آماده کنم، مرچ خانگی. حتما ویدیو را تا آخر ببینید. اولا دوستای عزیز، ما مرچ گرفتیم، به این اندازه مرچ است. مرچ را شستیم، چوبکایش جدا میکنیم، مرچ از وسط نیم میکنیم. البته وقتی این مرچه تیار کردم دوست عزیز، هوا بسیار خوب بود، آفتابی بود. در ظرف 3 روز کاملا مرچه خشک شد، آماده شد. شما میتونین به می رقم مرچه تیار کنین. مرچه آماده است، میبینین حالا در اولی در آفتاب میمانه میشه. به این قسم ما در 2 چلو صاف گرفتیم تا که زودتر آشام خشک شوه و مرچه زود خشک شوه. تقریبا 2-3 روزه در بر میگیره که مرچ خشک شوه. از طرف روز میماندم، دیگر که میشد پس ما مرچ داخل می آوردم. البته بعد از 2 روز بعدش متوجه شدم که اندازه مرچ نسبتا کم شده، چون وقتی که خشک میشه خود کم میکنه به این اندازه شد. ما هم 1 چلو صاف دیگه گرفتم و او را هم آماده کردم. خواستم که جنجال مرچ بسیار زیاد است، مرچ تیار کردن سخت است، خواستم کم زیادتر تیار کنم، چون شکر دوستاس فامیلاس بر همگی باید ما 1 بوتل بتم. به او خاطر ما 1 مقدار دیگه هم آماده کردم. کمو 2 چلو صافه که دیدین به این قسم 1 چلو صاف شد به این اندازه. ای دروز بادش است. البته اگر مرچه را از وسط نیم نکنیم با آسانی خشک نمیشه دوستا، به خاطر از اینکه وقت زیاد نگیره و زود خشک شود، چون هوا اینجا اعتبار نیست. به مو خاطر از وسط مرچه را نیم میکنیم. و این هم بار دوم است که ما از این مرچ تیار کردیم. یکی در 2015 تیار کرده بودم که بسیار دیر دوام کرد. و این میبینین بعد از 3 روز بعد است که پتنوس اول تیار کرده بودیم آماده است. و این هم تری بعدی است که 1 روز دیگه هم میمانیم تا اون مرچ هم کاملا خشک شوه. البته این مرچ خوشمزه تا وقت زیاد دوام میکنه. من تقریبا 3 سال واره از این مرچ من استفاده کردم، خلاص شد. خواستم که این دفعه ریسیپیش همراه شما دوستای عزیز شریک بسازم و مقدارش زیادتر کردم. مرچ ها کاملا آماده است. بعد از 4 روز بعد میبینیم دوستای عزیز به این اندازه مرچ شد. مرچ بسیار قاق، بسیار کریسپی، خوبش است. اصلا نم نرسیده شه یا نرم نیست بگویم. مرچ ها آماده است. همه مرچ در مرتبان شیشه اضافه میکنیم تا که بقیه موادایش هم تیار کنیم، آمادگیش بگیریم، بعدا بخیر به جور کردن مرچ ادامه میدیم. امیدوارم که این ریسیپی هم خوش شما بیایه. حتما تیار کنید دوست عزیز. هوا شکر بهتر شده میره، خوب است، آفتابی می پاشه اگر خوشتان آمد. و می رقم می تانید که شما هم تیار کنید، از این ریسیپی خوشمزه استفاده کنید و نوش جان کنید. البته ویدیو کم طولانی تر است، نخواستم که کدام پارتش هم امس کنم. خواستم هر استپ شب همراه شما شریک بسازم دوستای عزیز، تا باشه و شما هم اندک کمک شوه و دوستای ما کلقمند تیار کردن مرچ خانگی استن. انشالله که استفاده درست کنه. این مرچ بسیار تند است دوستای عزیز، مرچ خورد است لیکن بسیار تند بود. مواد هم زیاد گرفته بودم لیکن مرچ نام خدا خود تند بودک.
این هم مواده است که ما آماده کردیم، دانه دانه به شما دوستای عزیز میگم. البته مقدارش بستگی به خود شما داره، ما همیشه نشان دادیم در فیلم. امیدوارم که خوش شما بیاید و شما هم تیار کنید. مواد لازم شد میبینین دوست عزیز، پسته بود، تخم گشنیز، طبعا مرچ ضرورت داریم، مرچ که خشک کرده بودیم، تمام موادش است که دانه دانه به شما دوستای عزیز میگم. پسته، تخم گشنیز، مرچ سبز، چارمغز از دوستا میبینین، 3 پاکت چارمغز گرفتیم، ما تقریبا 1.5 پاکت استفاده کردم. البته زیادتر از مغزیات تیار میشه. ای هم کشوز، ای هم نخوت شور است، نخوت هایی که نوش جان میشه، دمیوه خشک میباشه. چون نخوتش خوبش بود، من نخوت زیادتر اضافه کردم. نخوت های وطنی ماست، بسیار خوبش از دوستا. بادام گرفتیم، بادام از دوستا میبینه، 3 پاکت بادام گرفتیم. گندم نسواری گرفتیم، 1 کیلو گندم از دوستا میبینه. ای هم بیزل و اوریگانوز به خاطر خوشبوییش که میبینین، 1 بوتل استفاده کنیم. البته سیرش زیادتر اضافه کنیم چون به خاطر خوشبوییش و مزهش. بوتلک های سیره که میبینین، ما 5-6 بوتل سیر خشک اضافه کنم. و 1 بوتل مرچ سفید گرفتم که بسیار خوشبوی است، به خاطر خوشبوییش مرچ سفید گرفتم. و شبت امرای نعنای خشک هم گرفتیم. اگر دوست عزیز در دسترس شما بنجن رومی خشک پیدا می شد در دسترس بود، می تانین شما هم استفاده کنید، بسیار خوشمزه می سازش. من پیدا نتانستم، اگر شما با آسانی پیدا تانستین میتونین استفاده کنید. این هم دوست عزیز مواد مرچ است. اولا گندم ما کمک رست میکنیم، کمی بریان میکنیم، زیاد نه البته نمیکنیم، میسوزه، بسیار کمی گندم بریان میکنیم. 2-3 دقیقه را در بر میگیره تا کمی گندم بریان شوه و با آسانی هم میده میشه و هم طعمش بسیار خوبش می باشد، در مرچ بسیار مزه می ده. البته این مرچ هم ما بلکل مثل بقیه مسالجات پودر تیار نمی کنیم، کمک ثابت می مانه. انشالله در فیلم شما می بینین کمک پرچگک می باشه، ثابت می باشه، چون نمی خواهیم که مزه هر چیز از بین بره. بعدیم گندم که زیر دندان بیایه بسیار مزه میده، بسیار خوبش میباشه و او خاطر ما گندم بریان میکنیم. فقط بدت 2-3 دقیقه، زیاد نمیمانیم چون رنگش هم تغییر میکنه و میسوزه باز. میبینین گندم تقریبا آماده است، کم کمک رنگش تغییر کرده. در حرارت میدیم ما گندم بریان میکنیم.
گندم آمده است دوستا، ایرا هم در پتنوس سر دسمال گرفتیم. اگر بدون دسمال در پتنوس اضافه کنیم عرق میکنه، گندم ما را نم میزنه، پس بهتر است که یک دانه دسمال کاغذی انوار کنیم در پتنوس، بعدا نمی گندم بالایش اضافه کنیم تا وقتی که یک دوره دیگه گندم بریان شوه. گندم که در پتنوس است او هم کم کم خود سرد میکنه و گندم هم باید سرد باشه وقتی که ما از ماشین میکشیم. و می ترتیب تمام گندم از بریان میکنیم شه. بعدا تخم گشنیز هم چندگی است پاک است. تخم گشنیز هم به یکی دو دقیقه بریان میکنیم، چون بسیار زود میسوزد تخم گشنیز، یکی دو دقیقه کفایت میکنه. کمک خوشبویش که بر آمد از سر گاز دور میکنیم و ایرا هم در کاسه میگیریم تا که سر چوه. و این رقم میبینین آماده است. باز خاموش کردیم و تخم گشنیز هم آماده است. گندم و تخم گشنیز کاملا سرد شد. به خاطر تون بودن مرچ من نخواستم که داخل آشپزخانه تیار کنم، خواستم در حولی در هوای آزاد مرچ تیار کنم، چون بوی مرچ بسیار تیز می باشه، اذیت میکنه اولاداره، در خانه بوش دیر میمانه. به او خاطر من خواستم در اولی در هوای آزاد من همین مرچ تیار کنم و همراه شما دوست عزیز همین ویدیو را شریک بسازم. اولا مرچ ما در میکسر اضافه کردیم، مرچ میده میکنیم. میبینین دوستا کاملا مثل پودر واره نشده، قسمی که بیشتر یادآوری کردم. کمک ثابت است مرچ. چیلی فلکس هم و مرچ سرخه که دیده باشین پرچگک می باشه. این مرچ هم همون قسمه، زیاد نخواستیم که میره مثل پودر واره تیار کنم، چون مزه همه چیز از بین میره باز، و خاطر خواستیم کم دانه دارک باشه. اگر شما می خواستین میتونین مثل پودر تیار کنین. تا سه دوره همین مرچ ما به حساب از ماشین کشیده شد، آماده شد. میبینیم به این اندازه است، لیکن بسیار زیاد مرچتان بود. مرچ ما آماده شد دوستای عزیز. وقتی که همی مغزیات یا همی نتس، بادام، پسته و چارمغز، همش چرب است، روغن دارم برای خود، اینا را اگر در تنهایی از مکسر بکشیم یکی به دیگه میچسبه و روغن خود ایلا میته. به او خاطر ما همراهش تخم گشنیز، گندم و نخوت به مو خاطر گرفتیم که می چربی میوای خشک همراه خود جذب کنه. و به تنهایی بادام هم از مکسر نکشیدم، دیدین همراهش تخم گشنیز اضافه کردم و مو خاطر میبینین مثل پودر واره تیار شده. اگر تنها بادام هم میده کنم یکی و دیگه میچسبه و بر مرچ ما یعنی لازم نیست که قسم نمیخوایم که ما مرچ تیار کنیم. به اون خاطر امراش تخم گشنیز اضافه میکنیم. تخم گشنیز خلاص شد، میتونیم گندم و نخود می ترتیب امرای موادایی که چرب است، اما امرای مغزیات از این مواد استفاده کنیم. دوستایی که تازه به چینل ما آمدین، شما را خوش آمدید میگم، تشکری میکنم از هر یکتان. امیدوارم که
همیشه بیننده خوب ویدیوهای ما باشین. ویدیوهای متفاوت ما تیار میکنم، میتونین در چینل ما سر بزنین، ویدیوها را ببینین. ویدیوهای گذشته ما حتما خوشتان میاید. زیادتر ما کوشش میکنم غذاهای وطنی خود ما را آماده کنم، غذاهایی که تقریبا یاد یک تعداد رفته. امیدوارم که خوشتان بیاید و دوستایی که همیشه حمایت میکنن ویدیوهای ما را میبینن، لایک و کامنت های مقبول شما را میبینم و میخوانم، واقعا ما خوش میشم. آل نخوت امرای کشمینت اضافه کنیم، اونا را هم خوب با هم میکس میکنیم. میبینین دوستا مثل پاودر میده شد، تیار شده. بسیار یک مرچ خوشمزه میایه، فوق العاده عالی. شما میتونین در دیگ استفاده کنین، در سر غذا اضافه کنین. ما خودم زیادتر صبحانه خوش دارم سر تخم اضافه کنم، بسیار زیاد مزه دار است. این مغزیات هر کدامش مزه خاص خود داره، باز همراه سیر و بقیه مواد که گچ شود طعمش بیشتر میشه. حتما تیار کنه دوستای عزیز، کم جنجال داره لیکن بسیار مزهش خاص است. یعنی فکر نکنم که در هیچ جای از این مرچ پیدا شود. و مزیاد به این خاطر تیار کردم که شکر دوستای ما هست، فامیلای ما هست، بر همگی ما باید مرچ بتم. نمیشه که ما به دوستا و فامیلای ما نتم، لیکن همگی منتظر هستن. پرسان کردن گفتیم که حتما بخیر، ما آماده میکنم، حق همه ایتان هم ماندیم. دیگه ای کار شما دوستای عزیز هم نزدیک میبودین، میتونستین، ما میتونستم امی ریسیپی خدا همراه شما هم شیر میکردم، براتان میدادم اقتانه. دیگه امیدوارم که شما هم خودتان تیار کنید، براتان نوش جان کنید. اگر دوستای ما تیار کردن خوششان آمد این ریسیپی، ما حتما در بخش کامن برم نوشته کنین. به خاطر که دوستای زیاده است که از ریسیپی های ما استفاده میکنن، تیار میکنن، خوششان میایه، باز در بخش کامنت روز بعدیش میگن که ما اینی چیز پخته کردیم، بسیار خوب آمد، بسیار مزه‌دار آمد. تشکری خاصی از او خواهرای عزیز ما میکنم که همیشه از ریسیپی های ما استفاده میکنن. ما هم به مو خاطر کوشش میکنم که ریسیپی های خوب و بهتره بر شما آماده کنم تا که باشه شما هم از او استفاده مفید کنید. دوستای عزیز، نمک ما به خاطر ننداختم چون پسته هم نمک داشت و این نخوته که میبینین بسیار نخوت بریان شده است، نخوت که نمکی است، بسیار خوشمزه است، نخوت افغانی خود ماست، نخوت های وطنی است. به او خاطر من نمک اضافه نکردم. وقتی که مواد کاملا همش گچ شده بعد نمکش چشیدم، نمکش کم بود، به او خاطر باز من یک دو سه قاشق نمک اضافه کردم که او را هم شما در تصویر میبینید. بخیر، حالا نعنا، شبت و بیزل و اوریگانو را هم اضافه میکنیم چون اینا کمک درشت هستن، میخواییم اینا هم میده شود. دوستای عزیز، چهارمغز من 3 پاکت گرفته بودم لیکن 1.5 پاکت چه من استفاده کردم. اگر زیاد اضافه میکردم چهارمغز باز مرچ ما بسیار چرب میامد و او خاطر خواستم که همو
کیفیت اصلی خود از دست نتا به اندازه که ضرورت بود من اضافه کردم. امیدوارم که این باریکی را هم شما متوجه شده باشید. این هم آخری هایش هست که تیار میکنه. میبینین گندم بسیار کم مانده، فقط گندم امرای سیر مانده، امرای مرچ که اونا را هم یک بار از مکسر میکشیم. آماده کردنش زیاد وقت در بر نمیگیره دوست عزیز، از ما 45 دقیقه یا 50 دقیقه را در بر گرفت. اگر مکسر کلان باشه میتونین در 20 دقیقه نیم ساعت خلاص شوه. از ما مکسر خرد بود، نظر وقت گرفتک، لیکن اونقدر زحمت زیاد ارزش داره دوستای عزیز. بسیار یک مرچ خوشمزه و آماده میشه و وقت بسیار کم. یکانه جنجال که مرچ داره فقط خشک کردن مرچ تازه است که 2-3 روز در بر میگیره. اگر هوا خوب باشه، آفتابی باشه، بعد 2 روز یا 3 روز. اما وقتی که من تیار کردم هوا بسیار خوب بود، در ظرف 3-4 روز مرچ ما کاملا خشک شد، آماده شد. این مرچ ما آماده است دوستای عزیز. میتونین در بطلای شیشه ای اینا را استور کنین، نگهداری کنین. حالا تمام مواد را خوب گت میکنیم دوستای عزیز. در 12 دقیقه را در بر میگیره که خوب کاملا گت شوه. مرچه داخل آوردیم دوستای عزیز تا خوب ترگت کنیم و در مرتبان ها پردیم. چون تندیش به حد زیاد بود نمیشد که من در خانه اینا را در مرتبان اضافه کنم، مجبور شدم که دوباره در اولی ببرم شد و در اونجا در مرتبان ها اضافه کنم. فقط خوب گتش کردم، نمکش چشیدم که نمکش کم بود، باز هم یک کم نمک اضافه کردم، چون اول به خاطر که نخود و پسته نمکی بود اضافه نکرده بودم. لیکن این مرچ باید کم نمک داشته باشه. چند قاشق نمک اضافه کردم، خوب گتش کردم. بعدا من دوباره در اولی رفتم اینا را در مرتبانای شیشه ای اضافه کردم. و وقت بسیار زیاد دوستا میتونین تا 2 سال 1 سال نگهداریش کنین، در جایی باشه که سایه از شوهای آفتاب دور باشه و وقت بسیار دیر نگهداری میشه. بسیار رنگ مقبول هم به خود گرفته.
اینجا من نمکش چشیدم که فوق العاده تون بود، مرچ بسیار تون بود، بسیار خوشمزه بود. دیگه خواستم که نمک هم اضافه کنم بالایش و دوباره دهولی بردم. دوستان میبینین چقدر رنگ مقبوله به خود گرفته این مرچ. ما مرچ بسیار خوشمزه است. ای کاش میتونستیم با شما دوستای عزیز هم مایره شیر میکنم که شما هم نوش جان میکنین. بسیار زیاد خوشمزه است. امیدوارم که شما هم تیار کنین. انشالله خوش شما بیایه. میبینین دوستای مرچ کاملا پودر نیست. پودری تیار نکردیم. کمک ثابت است. مرچ ما کاملا آماده است. دوست عزیز میبینین که بسیار زیاد مواد مگت کردم تا همیش یکسان شود، با نمکت شود. مرچ ما تیار است. تقریبا 3-4 کیلو مرچ است همیاله. امیدوارم که از این ریسیپی شما دوست عزیز هم لذت برده باشین، خوش شما آمده باشه، قابل قبولتان باشه. بازم تشکری از هر یک شما میکنم، دوستایی که لایک میکنن، دوستایی که دیسلایک میکنن. امیدوارم که ویدیوهای ما خوششان بیاید تا اونا هم ویدیوهای مرا لایک کنن. اگر انتقاد پیشنهاد داشتین میتونین در بخش کامل نوشته کنین تا باشه ما ویدیوهای بهتر به شما آماده کنم و قابل قبول شما باشه. این هم یک دکوریشن ساده که بر شما دوستای عزیز کردم. خوشتون بیایه امیدوارم. و ای هم مرتبانای شیشه ای که من میخوایم در اینا اضافه کنم، نگهداری کنم، بعدا به دوستایم در بوتلای خورد خورد تقسیم کنم. حق همیشان جدابانم که دیدمشان برشان بتم و همچنان به فامیلای عزیز ما، چون تعداد زیاد از فامیلای ما هست که انتظار هستن، همیشه پرسان میکنن مرچ آماده نشده، مرچ آماده نشده. بعدا من گفتم که حتما بخیر منتظر ها و حواستم که هوا خوب شوه، من مرچه خوش کنم، بعدا برتان آماده میکنم بخیر. دیگه جای شما خالی است دوست عزیز. میبودین حق تانه شما هم میگرفتین. تنهای مرچه خودم نمیخورم دوستانم، خدا گفتم فامیلا و دوستای ما از شکر بر همه اونا من تقسیم میکنم.
دوستا وقتی که این مرچ یا مساله را در مرتبان های شیشه ای نگهداری میکنیم نه بویش از بین میره، بسیار همطور همو خاصیت خود را نگاه میداره، اصلا خوشبویش نمیره، رنگش تغییر نمیکنه. کوشش کنین مرچ و مساله ای چیزا را در مرتبان های شیشه ای نگاه کنین. در بوتل های شیشه ای نسبت به پلاستیکی هم بهتر از هم بویش میباشه، به مو حالت قبلی خود میباشه. ای هم مرچه که داشت پس خانه میمونم بر روزمره خود ما ضرورت میشه و قیشم و میوردارم. ای هم ریسیپی خاص، ریسیپی سپیشل که من تیار کردم، من با شما دوست عزیز شریک ساختم، امیدوارم قابل قبول شما قرار گرفته باشه. روزی که من مرچ آماده کردم دولی بسیار اگا به هوای خوب بود، دفتری بود. این هم نزدیک های دیگر است که کم کم هوا تغییر کرده. ای هم فرداش که تخم بانجان رومی همراه تیونه ما تیار کردم، خواستم که این رسیپی را هم همراه شما شریک بسازم. تیونه است، تخم بانجان رومی و تخم مرغ است. همراه مرچ اضافه کردیم. مرچ خشک آماده کرده بودم، بالایش اضافه کردم و نوش جان شد. تشکر از این که ویدیو را تا آخر دیدید دوستای عزیز، جهان سپاس از هر یکتان. تا ویدیوهای بعدی شما متن عزیز و خداوند پاک مسپارم. خدا نگهداری هر یکتان.